بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام علیکم و رحمت الله، خیلی شما را خوش آمدید میگم به برنامه کاکتوس. از تلویزیون یک تمیم سعیدی هستم در خدمت شما رأس ساعت 9 تا 10. مهمان برنامه امشب من کسی است که همواره در نبرد رسانه‌ای قرار داشته. نوشته ها و اعلامیه هایش بیشتر در توییتر دیده می شد. او را چشم و گوش امارت اسلامی می نامند و از چهره های رسانه‌ای است که قبلا از او تصویر نشده بود و امروز همه با نام و چهره اش آشنا هستند. او شخصیت آرام و ملایم دارد. تمام حرف و حدیث امارت اسلامی نزد اوست. بله، او کسی نیست جز ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان. جناب مجاسب، تشریف آوری شما را به تلویزیون یک و به برنامه کاکتوس خیر مقدم میگم و بسیار خوش آمده. تشکر، سلامت باشین. سلامت باشین. در نخست برنامه جناب مجاسب از شما یک معرفی مختصر می داشته باشیم، بعد باز میریم به سوالات بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، حامد و مسلیم، اما بعد، من ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان. بسیار خوب. جناب مجاسب، از تحصیلاتتان بگوین، در کدام رشته مدرک داره؟ بله، ما تحصیلات ما در رشته فقه اسلامی. بسیار خوب. تخصصی ما تکمیل شده. بله. بسیار خوب. جناب مجاسب، بسیار مختصر رفتین، یعنی هدف ما هم نبود که اوقدر مختصر بسازینش. کمی از خود بگین، هرچند که میفهمم شاید برنامه تلویزیونی رفته باشید، اما ممکن دوستا منتظر ازی باشن که از دریچه تلویزیون و از برنامه کاکتوس بدانن که حداقل شما مربوط کدام ولایت زیبای افغانستان میشین و همونطور معلومات دیگر. بله، ما تولد مادر ولایت پکتیا شده. بسیار در خوب. گردیز، مرکز ولایت پکتیا. بسیار. یک قریه است به نام بالدید، اوجا تولد شده و چنان سال تولد ما هم 1356 است. ماشاءالله. و مکتب را هم در قریه خود خواندیم، بعد از او باز به رشته علوم دینی مراجعه کردم تا حدود 14 مدرسه را خواندم، بعد از او فارغ شدم، بعد تخصص فقه کردم در فقه اسلامی. نام خدا. تخصص کردم. بسیار خوب. در کجا بود؟ علوم دینی را شما میدانید که در جای مختلف فرا گرفته میشه. من اضافه تر از 9 سال تقریبا در پکتیا بودم در رشته علوم دینی علاوه از مکتب. بعد به مدارس مختلف در کشور سفر کرده، مثلا در کابل هم خواندیم، در ننگرهار هم خواندیم، در خوست هم خواندیم، باز تکمیل که شده در پشاور تکمیل شده، باز در حقانیه باز تخصص گرفتیم. نام خدا. چند ساله بودین که به امارت اسلامی پیوستین و آغاز کارتان از کجا بود؟ بله، عمری ما بسیار کم بود، 16 ساله بودم تقریبا که من همو زمان امارت اسلامی افغانستان به نام تحریک اسلامی طالبان قیام کردن. ما 16 ساله بودم. از اون وقت امروزشان هم کار هستم و یک جا هستم تا حال. درست. و چی انگیزه شما را مجبور ساخت که شما بیان به صفوف امارت اسلام؟ انگیزه او زمان اگر شما به یاد داشته باشین و متنای ما شاید به یاد داشته باشن، بسیار هرج و مرج بود. کشور به یکی از میدان جنگ تبدیل شده بود. در کابل جنگ بود در سال 71 تا 72. در تمام ولایت خودسری های قومندان ها، این گدوودی و بیبندباری، ظلم و ستم، همه این چیزا باعث شد که مرا به این واداشت که باید به مو تحریک اسلامی طالبان که به خاطر محو از این حالت به قیام دست داده بود، با آنها یک جاشم تا صفشان تقویه شم، ما هم جز از کسایی باشم که کشور از او حالت بیرون بکشم. بسیار خوب. اولین ملاقاتتان با مقامات وقت امارت اسلامی با کی ها بود؟ کی ها را دیدین که شما رفتین به صفوف امارت اسلامی؟ بله، ما در پکتیا در مدرسه میزیستیم، مدرسه فاروقیه بود در اون زمان. بسیار خوب. باز تمام مدرسه یک جای، امارت اسلامی افغانستان، تحریک اسلامی طالبان تا پکتیا رسیدن، ما همون جا کتشان یک جا شدیم. درست. در اون شهید مولوی صاحب احسان الله بود که در یک جا شدیم، و همچنان صدر صاحب ابراهیم که آل موین وزارت داخله هستند و آمدن پکتیا، امرایشان اول دیدم از مقامات امارت اسلامی.
بعد اینطور آستا آستا پیش رفت. آیا با آقای ملا محمد عمر رهبر و مؤسسه امارات اسلامی از نزدیک دیده بودین؟ نه خیر متاسفانه، من هیچ فرصت در اون زمان نیافتم که من از لحاظ موقف قد نبودم، در رده های پایین کار میکردم، دیگر مصروفیات درسی من باعث ازی بود که من درس نو ماه باید هر سال تعقیب بکنم، این باعث شد که من قندار سفر نتانستم در زمان. بسیار خوب، اشتیاق دیدار شد داشتیم. بله بله حتما. بسیار خوب، از 20 سال مبارزات من بگوین، این 20 سال چطور گذشت؟ طبعا این 20 سال بسیار حالی بود که مبارزه ما بسیار شدت پیدا کرد. در اون زمان خواهی حالت داخلی بود یا کنترل حالت داخلی، مفاسد داخلی را از بین می بردیم، نسبت آسان بود. حال ما با اشغال بیرونی مواجه شدیم، با تکنولوژی بسیار پیشرفته مواجه شدیم. این حالت طبعا دشواری خود داشت، ولی مصمم بودیم که مبارزه بکنیم. ما باز مجبور شدم از جای خود به ولایت های دیگر سفر کنم و چند سال بعد، باز تقریبا 6 سال بعد من سخنگوی شدم. باز اما مسئولیت هنوزم گرنگی کرد، چون در اون زمان استفاده از تلفن و گپا همه مصادف با مرگ بود، با خطرات جدی بود. بعد هم خطرات یک جا بود، هم حجم کاری و هم مسئولیت که زیاد برم راجع بود، بسیار دشوار بود مبارزه، ولی تلاش داشتم که بیرون به این حالت و تغییر به تمازیت رو. درست. آقای مجاهد، یک پرسشی که نزد همه وجود داره ای است که میگن شما در خارج زندگی کردین، مخصوصا در ویلاهای لندن، و حتی تصاویری هم از شما پخش کردن که گویایی مربوط شما میشه، و این تصاویر چقدر واقعیت داشتی؟ حرفا چقدر واقعیت داشتی؟ نه، من هیچ جای خارج سفر نکردم، فقط پاکستان رو به خاطر درس رفتم، چندین بار سفر کردم در حین از سال 2002 تا 2006 سفرهای به پاکستان داشتم، البته علمی بوده با درس، بیرون دیگر نرفتم. مال امارات اسلامی که ما آمده یک بار قطر رفتم، بدون از جای ما سفر نکردم. بسیار خوب. خوب، حالا که قدرت دست شماست، درست قدرت به دست گرفتین، چی برنامه وجود داره برای حکومت داری و چرا تا اکنون نتوانستین جهان را متقاعد بسازین که شما را به رسمیت بسازن؟ بله، شما میفهمین که برنامه ما به خاطر نجات کشور ما بوده. در کشور دو چیز بسیار مهم بود، یکی که دفع مزرات را بکنیم، چیزی که کشور ما را با بحران و مشکلات مواجه ساخته به اشغال بیرونی بود، باید اول این خطرات را ما دفع میکرده. دقیقاً اینا که او خطرات دفع شد، اشغال به پایان رسید، مسئولیت نظام و ما همه افغانا ای است که کشور خود را که شاهد جنگ و بربادی و تباهی شده پسی را آباد بسازیم. برنامه فعلی نظام آبادی کشور است، عمران مجدد است، و همچنان همبستگی وحدت ملت است که ملت ما جمع شون با هم. مشکلات تفرقه هایی که به بار آمده در چند سال ما شاهدش بوده ایم از علت های مختلف و دسیسه ها، ای را باید از بین ببریم، پس کشور ما یک ملت واحد باشه و ما حکومت و نظام داشته باشیم که استوار با پای خود باشه و ایرانی ها را که ما شاهد هستیم آباد بسازیم. خب، دلیل تنش‌های تندی که بین امارات اسلامی و آقای صالح وجود داره و تا جایی که شنیدم میشه، دیدم میشه، آشتی ناپذیر است، دلیلش چی است آقای مجاهد؟ طبعا آنها خود صف دشمن بودن، یک دشمن که کوبیده شوه، باز بسیار عقده هم باشه و ضد مردم خودم باشه، با پکت خارجی هم بسیار تعلقات عمیقی داشته باشه و به این حالت مبتلا میشه. ولی ما مشکلی نداریم، ما هنوز هم دعوت میتیم که افغان ها همه افغان هستن، همی خاک و وطن ماست، بین با هم همینجا زندگی بکنیم. حقوق کشایی ها و همچنان دشمنی ها، تحریک کردن مردم به بدبختی و فتنه، به نفع هیچ جهت نیست، به نفع هیچ کس هم نیست. بهتر از با هم زیست داشته باشیم، با هم یک جا باشیم و کشور خود از این حالت نجات بده. و تا جایی که گفته شد جناب مجاهد صاحب، امارات اسلامی گفت که با آقای عبدالرشید دوستم صلح نمیکنیم، چرا؟ نه، امارات اسلامی افغانستان رسما همچی چیزی را نگفته. همه افغان ها افغان هستند، هر چیزی که شده عفو شده. درست. با هر کس ما میتونیم هم صحبت بکنیم، هم تضمینی وجود داره که اینا برگردن به کشور؟ 100% اگر آمدن، ی وطنشان است، ملکیتشان از خودشان است،
آبرومندانه زندگی خواهد کردن، خودشان، عزتشان، مالشان محفوظ خواهد. با احمد مسعود در مدت 9 ماه گذشته کدام مذاکراتی در خفا داشتین و دلیل کنار نیامدنتان با جبهه مخالف شما چی است؟ مذاکرات خود نداشتیم، ولی تماس‌های داشتیم، دعوت برشان داده شده، حتی وزیر سیاست خارجه کشور به ایران سفر کردن، اونجا با آنها یک دفعه دیدن از نزدیک، دعوت برشان آلم میتیم که کشورشان است، او یک جوان است، ذهنیتش شاید از دیگرها که در غیر باشد، تغییر داشته باشد، باید بیندیشه که جنگ راه حل در کشور نیست. اگر کسی به جنگ متوسل میشه، آلیج بانه نیست. او زمان گذشته که ما اشغال میشد، بانه جنگ وجود میداشت، انگیزه وجود میداشت، ما یک صفحه میتونستیم تا یک حد رهبری بکنیم یا مثلا جنگ دوام بدیم. ولی وضعیت گذشته، تمام افغان ها هیچ کس هم نمیخواد یک فیر صورت بگیره. در یک حالت هیچ کس هم نمیخواد کدام باند نظامی، کدام باندی که مخرب کشور باشه، او را حمایت کنه. پس حمایت مردم که نباشه، موافقت هم دشوار و خواب و خیال است. بنابراین خوب است که شخصیت از این آدم مجروح نشه. باید به یک جوان است، در جنگ تال را دخیل نبوده، حال خدا نخواسته نشه که خود را بدنام بسازه. بین آقای متقی با احمد مسعود چی رد و بدل شد؟ یک چیزی است که پیش همه سوال است و میشه کمی در این مورد؟ بله، چقدر که ما معلومات گرفته می بود که متقی صاحب از آنها استقبال کرد، از دیدنشان برایشان اطمینان همه جانبه داد که اگر به وطن برگردن عزتشان، جایشان، موقفشان مد نظر گرفته میشه و کشور مشترک است، آبادی کشور مسئولیت همه ما شماست. باید باعث اجین نشیم که خدای نخواسته باز کشور به کدام بحران بره. پس چرا به جنگ کشیده شد؟ مشکل طرف اونا بود یا طرف امارت اسلامی؟ طبعا برای آنها شاید تا به حال قناعت آسان نبوده. درست. ولی راه حل، یگانه راه حل همی است که باید نمیگیم تسلیم شوند، نمیگیم خدای نخواسته تحقیر شوند، ما نمیگیم. ولی بیامزه با برادران، برادر با برادر یک جا میشه، برادر با برادر قول میده، برادر با برادر میشینه، جنگ هم داشته میباشه، اختلاف هم داشته میباشه، در یک خانواده مشکلات را ما داریم میه، ولی دشمنی جور نمیکنن، به هدف سالم با هم یک جا میشن. از این دعوت به صورت گرفته که بیای با کشور خود، با وطن خود، با همکارای خود، با هموطنای خود همکار باشه، در این کشتی که ششتم مشترکاً زندگی کنیم، آرام باشه. انشالله این گفتگوها نتیجه خواهد داد؟ طبعا ما دعوت خود اعلان نمیتیم، دعوت ما پای هم است. همین کمیسیون نوی که ساخته شد به خاطر تماس، همین معنا را دارد که امارت اسلامی افغانستان مصمم است که دعوت را دوام بده. بسیار خوب. شما در برنامه گفته بودید که یک زمانی نزد احمد شاه مسعود زندانی بودید. از این ماجرا میشه بر ما کمی بگویید؟ بله، سال 1375 بود. ما در شمال یک تحولات آمده، اگر یاد داشته باشین اون زمان، ما هم در اون دو حالت بودم. باز در پول خمری محاصره شدیم در حالتی که پس وضعیت اونجا تغییر خورد به سرکردگی جنرال عبدالمالک. ما در پول خمری بودم با مجاهدین. بعد از او یک تصمیم گرفته شد که بریم به بغلان، باز به ولایت بغلان آمدیم. از اونجا باز تصمیم گرفته شد در قندوز عملیات بکنم، قندوز را تسخیر بکنم، چون میدان هوایی داشت، مجاهدین ما اونجا محاصره بودن. از محاصره بیرون بیایم به میدان هوایی برسیم و طیاره بیایم، خاطر اکمالات و انتقال زخمی ها ضرور است. باز تعرض کردیم، قندوز فتح شد، گرفته شد. بعد از اونجا ما بودیم، دو ماه در اونجا تیر کردیم. بعد از اون یک تعرض به طرف تخار داشتیم، تخار هم تسخیر بکنیم. در اون تعرض باز در یکی از حادثه ها ما اسیر شدم در نزدیکای پل بنگی. درست. با احمد شاه مسعود مقابل شدین در اون زمان و ارزیابی شما از شخصیت احمد شاه مسعود چی بود؟ چون که اکثریت رقباش اونا را حریف عیار و مرد خطاب میکنن، دیدگاه شما در ارتباط چیست؟ بله، من حیث یک اسیر بودم امراشان، خود امراشان مواجه نشدم. در شش ماه موج بندی بودم، مواجه نشدم، ولی روش نسبتا تفاوت زیاد داشت از افرادشان، از خودشان و اسرا باز خاص. چه تفاوت؟ یعنی کاملا محتاط بود، وسرا را یعنی ما اذیتی ندیدیم، ما آسیب و آزاری ندیدیم. خودشان و کسای نزدیکشان که همراهشان بودن مردم متحد معلوم می شدن، یعنی با وجودی که در جنگ قرار داشتن، ما کدام وضعیت بدی را شاید نیستیم ازش.
آقای مجاهد، شما شاهد بودید که بعضی از نیروهای امارات اسلامی بر سر مزار احمد شاه مسعود عتن برپا کردن. اما میدانند که احمد شاه مسعود هم مجاهد بود و در مقابل قشون سرخ شوروی جهاد کرد و مورد احترام اکثریت مردم ما است. عملکرد امارات اسلامی در این مورد چی؟ نه، یکی را خوی اول باید عملکرد امارات اسلامی خواندنش چند تا افراد بودن. دوم، وطن در از 500 متر هم دورتر در یکی از قرارگاه هاست، پیش روی قرارگاه سرک است، در اون سرک برپاشت. اصلا از نیروهای شما نبودن؟ از نیروهای ما بودن، ولی این کدام برنامه نبود، نه امارات برشان گفته بکنم چی کار رو بکنم. دومی که یعنی مقبره امیر صاحب مسعود بسیار دور بود از این ساحه. درست. در تصویر میه نزدیک معلوم میشه، ولی در عمل ما رفتیم تحقیق کردیم جا از 500 متر هم زیادتر دور است ساحه. و هدف آنها هم این نبوده که جا کدام جایزه، هدفشان خوشکی هم تجلیل اید بوده، نزدیکای اید بوده، کدام کار را کردن، ولی باز مناسب نبود، سرزنش شدن. کاملا ما ایره تایید نکردیم و رد کردیم، میگه توهین هیچ شخص مجاز نیست. بسیار خوب، قرار است شما لوی جرگه را برگزار بکنین، چه کسایی خواهد حاضر شدن از سیاسون بیرونی که بیاین به لوی جرگه؟ لوی جرگه خود تالر نامش معین نیست که لوی جرگه از شورا است، مجلس است، ولی تصمیم به این گرفته شده که یک شورا برپا شود، یک نشست بین افغان ها که در افغانستان هستند. ولی مسائل مختلف بحث بکنند، این متنفذین می باشند، علما می باشند، سران قومی می باشند، کسایی که نفوذ دارند اونها می باشند، برایشان صحبت می شه. این را من گفته نمیتونم که از بیرون هم کسی خواهد آمد، در وجود تالر او آجندا با موضوعاتش تعیین نشده، ولی یک کمیسیون تعیین شده که باید سرش کار کنه. ممکن است که از آقای غنی دعوت شود به این مجلس؟ من فکر نمیکنم، چون این گپی نیست که باید ما یک مذاکرات بدانه میره یا کدام جور آمد، بلکه مشکلاتی که در کشور داریم سرش بحث میکنیم، افغان ها که اینجا هستن، مشکلاتی که ما شاهد هستیم، موضوعاتی است که باید سرش بحث صورت بگیره، اما موضوعات مطرح خواهد بود. زمان آن نزدیک نیست که باید اشرف غنی یا کسای دیگری بیاد. سیاسونی که در بیرون هستن ایرا یک طرفن میدانن، نمیفهم، شاید به خاطر دام انداختنشون از سوی امارت اسلامی اونا. پیامتون بر از اونا چه است؟ نه، ما طرفدار از این نیستیم که خدای نخواسته کسی را در دام پرتیم یا فریب داشته باشیم. هر چیزی ما بسیار روک و راست است، واضح است. دعوت ما برشان هست که بیان به وطن خود. هیچ کسی را ما در لیست سیاه خود نداریم، هیچ کسی هم هدف ما نیست که خدای نخواسته از بین برد، هیچ کسی را حذف نمی کنیم. می خواهیم وطن افغانستان از همه است، همه حق دارند در زندگی بکنند، بالکل از ملکیت خود استفاده بکنند، به نفع کشور خود کار بکنند. ضرور نیست که هر کسی جا بیا باید رئیس جمهور باشه یا صدر اعظم باشه یا مثلا وزیر باشه، این ضرور نیست، اما افغان ها حق زندگی را در کشور خود داره. در تمامشان دعوت ما هست، قبل ندارشم که کمیسیون تماس به خاطر ازی است که آنها را دعوت کنه پس به کشور خود برگردند. جناب مجسم، شما شاید مصاحبه آقای استانکزی دیده باشین، گفتنیتون در مورد مصاحبه آخر آقای استانکزی چی است؟ چرا به آن تندی از عملکرد امارات اسلامی انتقاد کرد؟ باید رو بگم استانکزی صاحب مصاحبه نداشتن، به یک بیانیه داشتن در روز تجلیل شهادت منصور صاحب. تنقید بسیار خوب است، تنقید سالم هر کس اگر بکنه باعث بهبودی نظام میشه. استانکزی صاحب حرفایی که زده است تنقید سالم بود و کدام حرفی نیست که ما سرش مکس بکنیم یا تشویشی داشته باشیم. نظام هست، بشر هستیم، همه انسان هستیم، از تنقید کسی مبرا نیست. نظام باید اگر سرش تنقید شد و ایمان است که بهتر شد، خوبتر شد، کاستی و کمی های خود را پورا بکنه. خب قبلا چیز دیده نشده بود از مقامات ارشد امارات اسلامی، ای جای تعجب بود برای همگی و ای اولین بار است. شاید در رسانه ها دیده نشده بود، ولی در مجالس طبعا هر کس نظر خودم داشته، نظر خودم داشته و انتقاد خودم کرده، اصلاح هم کرده. گام خوبی بود، کار بدی نشد. خوب است، خوب است. آنچه که بین مردم و تحلیلگران خیلی شایع است، آقای مجاسب میگن که امارات اسلامی اختلافات درونی شدید داره، این چقدر حقیقت داره؟ این ما هم در حد پروپاگاند میشنویم، ولی واقعیت نداره. یکی خب تغییر ذهنیت و افکار است، هر انسان با انسان دیگر متفاوت میاندیشه، تفاوت ذهنی و فکری بین دو انسان هم میباشد، طبیعی است. واضح خدر کتله کلان جوش طبعا
برداشت‌ها و موقف‌های مختلف خواهد بود. ولی هرگزی به این معنا نیست که خدا نخواسته اختلافی وجود داشته باشد. چیزی که بیرون تصور میشه در داخل عطا شایبه از اون نوز نیست. درست. هیچ جهت‌ها را که یا نام میبرن، شخصیت‌ها را نام میبرن که اختلاف شدید وجود دارد، الحمدلله هیچ چیزی نیست. امارت اسلامی پاکستان یک صف است و با یک هدف همه کاروان را پیش میبرد. بسیار خوب. دلیل افزایش انفجارات و ناامنی‌های اخیر در چی است آقای مجید؟ افزایش خود نیست، یک موقع دشمن پیدا میکنه، از یک خلا استفاده میکنه، چند انفجارات را رخ میده و هم در مسجد در جایی که کاملا جای ملکی است متاسفانه. طبعا دشمن است، دشمن از هر خلا استفاده میکنه، ولی ما هم باید متوجه بیشتر هر حرکت دشمن باشیم. و دلیلش هم است که یک کتله مفسد که فتنه میخواه مردم با خون و قتل برسانه، ما باید جلو بشه بگیریم. دخل اینا با کی طرف هستن؟ دشمن کی؟ دشمن امارات اسلامی یا دشمن مردم؟ نه، یا دشمن مردم هستن. شما دیدین که انفجارات اخیر در مسجد شده. امارات اسلامی پاکستان خود جای نظامی و جای دولتی خود دار ده، وجه کدام گپی نیست. در مسجد انفجار دادن یا جای ملکی را هدف قرار دادن دشمنی با مردم است. به گونه ای نیست که فشار آوردن بالای امارات اسلامی باشه یا ناتوان ساختن امارات اسلامی؟ نه، ناتوان سازی به این گونه نمیشه، چون ای که خودشان نمیتونه وزارت هدف قرار بده، ریاست هدف قرار بده، یا پوستر هدف قرار بده، میره مسجد قرار میده، ای به این معنی است که خودشان در حالت نهایی ضعف قرار دارن و امارات در حالت قوت قرار دارن. و یک ریل می که بعضی از حوادث را نمیشه گفت که اصلا هیچ واقعی نشد. چند روز قبل ما شما شاید بودیم در ایالت تگزاس آمریکا یک کس خیز چندین تن کشت. در کشورهای دیگر هم ما شاهد بعضی برخوردها می باشیم. بسیار منظم هم هستن، امکانات هم دارن، ولی جنایت رخ میده. بهتر از جلب جنایت گرفته شود و عقبش باشه. دقیقاً. و قسم گفته های شما جناب مجاهد صاحب، بحث اصلی هم بحث مردم است. و چرا امارات اسلامی نمیفهم چرا برنامهشان موفق نیست به خاطر امنیت مردم؟ موفق خواست ما در چند ماه یک واقعه را شاهد هستیم. بسیار کم است نسبت به او حالت را که ما تصور میکنیم. اینجا 40 سال جنگ تیر شده، هر کس امکانات داره، بارود است، وجود داره، اسلحه است، بدخواهی است و بعضی از انسان ها و قدمند هستند. این تمام چیزها با هم جمع شده. درست. حالا هم ما در حالت خوب قرار داریم که هر روز کدام واقعی نداریم. بسیار خوب. شما گفته بودید که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست، ولی قسمی که دیدم میشه کشورهای همسایه آمادگی های احتمالی خود دارن به خاطر تهدید. آیا خطرناک نیست برای ما؟ نه، ما خب پیام خود را رسانده ایم. این تصمیم اصلی امارات است که اجازه نمیده خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگر استفاده صورت بگیره. درست. و ما زمان پیشرفت هم کرده میتونیم که امنیت در کشور ما هم باشه، در همسایه ها هم باشه، در منطقه هم باشه، با کسی در تنش و اختلاف نباشه. این به نفع ماست، یعنی استراتژی است. بنابراین ما نمیخوایم از این پا او طرف بگذاریم. و این تشویشی هم که بعض از کشورها برای بجا است، به گمانم شاید یا علاقات استخباراتی مخفی تشویش ایجاد میکنن و یا همین کشورها هستند که قربانی یک واهمه هستند که باید نباشه. اطمینان داشته باشند از خاک افغانستان با کسی تهدید مواجه و است. اگر جدی نیست، پس چرا کشور ایران مانورهای نظامی در خط مرزی و 88 تانک، چقدر جت‌های جنگی را مانور اجرا میکنه در خط مرزی افغانستان با ایران؟ خیر، مانور خود مربوط به وامش و دلیلش هم یا گفتن که قاچاق است، بعضی از حالتی است که افغان ها او طرف میرن جلوش بگیرن، ولی از من فکر نمیکنم به خاطر خطری باشد. به خاطر که هیچ کس هم کدام لشکرکشی طرف ایران نداره و اجازه هم نمیتیم، ما حتی یک فرد هم اجازه نمیتیم یک فایر بکنه طرفشان. پس ما تشویشی نداریم در این ها و اطمینان هم میتیم که گپی نیست. درست است. بر چند بار است که نظامیان پاکستانی برخوست به کنر عملی نظامی میکنند و از طرف حکومت شما جز نکوهش هیچ عمل بالمثل در مقابلشان صورت نگرفته؟ بله، عملی که در کنر و در خوست و در بعض جا سرحد و خط دیورن واقع شد قابل نکوهش بود که میکردم، ولی ما تلاش کردیم که این حالت پس اگر جواب بالمثل داده میشه ملت ما باید جنگ دیگه میره. درست. و دوم او طرف خط دوران اگر شما مطالعه بکنید او طرف هم پس افغان ها زندگی دارن،
ملت واحد زندگی میکنه. پس باید با امرای کی در جنگ درگیر شویم، ابتداعا کی در دم روی ما میه. یک سنجش بسیار عمیق میخواه. ما از احتیاط کار گرفتیم، از حوصله کار گرفتیم. ضرور است که ما حوصله داشته باشیم کشور ما رو باز با بحران مواجه نسازیم. بسیار خوب. جناب مجسم، خبرهای قاچاق اسلحه و سلاح بازمانده از جمهوریت به کشورهای بیرونی حقیقت داره؟ مخصوصا پاکستان. بعضی از حرکات خرد و ریزه خود میشه که دستگیر ها میشه، افرادی که بعضی از چیزها را انتقال میتن یا در حالت انتقال کشف میشن، ولی پروسه این است که بسیار ما تشویش داشته باشیم و زیاد باشه. ما چون اصلی هایی که به دست ما باید تمامش دیپو شده محفوظ است و بعد از اینکه محفوظ باشه، ما مطمئن هستیم که اصلی هایی که از حکومت بوده و به دست نظام است او قاچاق نمیشه. اصلی هایی که پیش مردم از پیش افراد از جمع میشن یا قاچاق برای اصلی ها هنوز هم فعال هستن، میفروشن بالا یک دیگر خود، باز او جمع میشه، یک جای فروخته میشه، باز انتقال میشه. او را ما جدی جلوگیری میکنیم. نیروهای سرحدی ما در این متوجه هستن و در گمرکات هم متوجه هستیم، در راه و شارع و بعضی از راه های رفت آمد تمام جا ما متوجه هستیم. اجازه نمیدیم تا شاید واقعی زیاد نیستیم در این مورد. درست آقای مجید، این یک واقعیت است در شروع سقوط جمهوریت و تقریبا یک ماه گذشته بود و ویدیوهای مستند پخش می شد از مرز پاکستان که سلاح‌های زیادی ما به اونجا قاچاق می شد، ولو که از هر طرف یا از هر طریق هر گروهی بوده، بسیار ناامید کننده بود برای مردم ما، برای خود ما. و اگر چنین کار صورت گرفته باشد، امکان داره که امارات اسلامی بتانه او سلاح‌ها دوباره بخواه از دولت پاکستان؟ ما خود شاهد انتقال اسلحه نیستیم. بعضی از ویدیوها و تصاویر رو ما دیدیم پخش شد از زمانی که آمریکایی‌ها نیروهای خود در افغانستان کم میکردن یا بیرون میکردن، بعضی از تانک‌ها در موترا و بعضی از لاری‌ها انتقال دادن به طرف پاکستان. امو عکس‌ها و امو تصاویر باز به نشر سپرده میشد که چیزها انتقال میشه. درست نبود. چندین واقعه را ما خبر داریم که تلاش شد ولی گرفتار شد. در پکتیکا گرفتار شد، در قندهار، در ننگرهار، در پکتیا، در ساحات خوست. هر اقدامی که شده به نظر ما گرفتار شده و ناکام شد. تا حالا کدام کاری موفقانه در این مورد انجام نشده، کسی اسلحه ما را انتقال کرده باشد. و تیاراتی که در ازبکستان وجود داره در مورد اقدام شده برخواستن دوباره؟ بله، با کشور ازبکستان ما در تماس شده ایم، گفتگوها هم جریان داره. امید دیده میشه که مثلا راه حل خود پیدا کنه. بله. بسیار خوب. بسیار تشکر. سرنوشت نظامیان پیشین که تقریبا بیشتر از 300 هزار نفر هستند جناب مجسم، چه خواهد شد؟ آنها سرنوشتشان همی است که با امنیت و آرام مواجه خواهد بود. زیر پیگرد نیستند، کدام برخورد خشن امراشان نمیشه. ما شاهد هستیم در قریه و قصبات ما به هزارها تن از کسایی هستند که مسلح بودند، در نظام قبلی کار میکردند ولی آرام زندگی میکنن، کدام خطری برایشان مواجه نیست. شما میپذیرین اونا بیاین در صف شما و استقبال میکنین از اونا؟ طبعا من حیث نظامی آنها رو نخواد پذیرفتیم، چون سخت از دشوار است و ایواز از او کسایی را داریم که استخدام شدن در بخش های امنیتی، از یواز اطمینان و یگپای اپراتیفی و استخباراتی مهم است، ولی آنها پذیرفته شدن که جز جامعه ما هستند، آرام زندگی بکنن، کسی آنها را تعقیب نکنه و کسی در برابرشان عمل انتقام جویانه را انجام نده. بسیار خوب. شایعاتی وجود داره که میدان هوایی بگرام نزد نظامیان چینایی و همچنان پاکستانی است. این حقیقت داره؟ آیا از میدان هوایی بگرام استفاده میشه برای فعلا؟ هیچ کس هم قدم خود در میدان هوایی بگرام نگذاشته بعد از اینکه آمریکایی ها بیرون رفته، و نه ما اجازه داریم به کسی اجازه بدیم و نه نیاز داریم. اصلا نیست که بعضی از شایعات و افواهات نشر میشه، از احسان مردم خراب میسازه. میدان هوایی بگرام فعلا هم تحت نظارت وزارت دفاع قرار داره. استفاده میشه؟ استفاده هم میشه تا حدی. اونجا بسیاری از وسایل جمع شده و نگهداری میشه، ورکشاپ های خوبی داشت، از او استفاده میشه. خب برقش و امکانات اونجا از چه طریق اعمال میشه؟ برقش مشکلات خود داره، چون اونجا برق تمامش برق تیل بود و مصارف بسیار گزاف پیش برده میشد از طرف خارجی ها. ما امکانات محدود داریم در این راستا،
برقش فعال نیست، جایی که بود و باشی نظامی است برق داره. دیگر ورکشاپ هایی است که روزانه از او استفاده میشه، بعضی برقی که نیاز دیده میشه توسط جنراتورهای محدود استفاده صورت میگیره. بسیار خوب. امارات اسلامی به آزادی بیان باور دارد؟ 100% بله. خب وضعیت رسانه های افغانستان چی خواهد شد جناب مجسم؟ به نظر من در بیان خوب ما شما رسانه ها را تعریف شمیشتم که چیزی که واقع میشه این اکاس بتن بلکب. نشر کنند. رسانه های شما، رسانه های دیگر تمام شون در بخش آزاد هستند، چیزی که نشر میکنند آزادی بیان است. شاهدش هستیم. چیزی که ممنوع است خلاف شریعت باید نشرات نشر، خلاف دین و احکام دین این را رسانه ها میپذیرم رای ما. خلاف منافع ملی ما نشرات نشر، این را رسانه ها مراعت میکنه. اشخاص مردم مورد تحقیر و توهین قرار نگیره، این را رسانه ها میپذیره. اصل رسانه ای است. شایع افغانی نشه که چیزی واقعیت نداشته باشه نشه شو، این را رسانه ها میپذیره. بعد از این چهار اصول دیگه هیچ کدام قید و محدودیت نداریم بالا رسانه. بسیار خوب. و در برابر اعتراضاتی که وجود دارد، مخصوصا موضوع پوشیدن ماسک اجباری برای مجریان زن در رسانه ها، شما کنار خود آمدید؟ طبعا او حکم دینی است، حکم شرعی است. در کشوری مثل افغانستان احکام شریعت مورد احترام است و مسلمانان را یک فریضه میدانند. من باور دارم که خود خواهرای ما هم طرفدار حجاب خود هستند، یکی به بعضی دلایل نتانسته بودن مراعات بکنن یا متوجه نبودن جدا از گپش، ولی در حجاب عزت همه خانمای ما نهفته است، عزت خانواده ها نهفته است. و حکم شرعی از طرف حکومت اعلان شد که باید تطبیق کرده ده. او باز رسانه و بیرون از رسانه یکی هست، چون حکم بالای همه تطبیق میشه. استثناءات اگه وجود داشته باشه حکم پس باز میمانه از تطبیقش. از خاطر خواسته شد که باید یا مجیب باشن. خوب است. درست. آقای مجاهد، شما قسمی که در جریان هستید در ولایت بغلان، ولسوالی های اندراب، دایکندی، پنشیر، قندهار، هلمند، اروزگان، نیروهای امارات اسلامی و کوچیانی که با امارات اسلامی رابطه دارن و نزدیک هستن، مردم را کوچه مجبور به کوچه اجباری کردن. شما فکر نمی کنید که رفتارهای آنها نقض آشکار حقوق شهروندی است و پیش زمینه برای جنگ دوباره است؟ من دقیقا نمیدارم که در کدام جای کوچه اجباریش آوازه ها بود، ولی ما که تحقیق کردیم هیچ کس هم کسی کوچه اجباری نکرده. در یک دو مورد زمین مردم غصب شده بود یا گرفته شده بود، مراجعه به محکمه کردن، فیصله محکمه بود که باید آنها او را ساحت رها بتن برای دیگرها، ولی افراد نمیتونه که افراد دیگر را کوچ بتا و حکومت هم نظارگر باشه. ما چین شما مخالف ازی هستین، چون گزارش های وجود داشت و ما هم من حیث یک رسانه بر ما هم پیام های می آمد، گزارش های می آمد. از این خاطر ویدیو های موجود بود، چون مردم از ما خواستن که این سوال را از شما داشته باشیم. سوال خوب است، ما جلوگیری میکنیم، ولی اجازه نیست که افراد به خز افراد دیگر افغان را کوچ اجباری به نظام وجود داشته باشه. اگر کدام مسئله حقوقی و جنگ و دوا باشه و محکمه وجود داره، باید حکم محکمه تطبیق شود، ولی بدون از کوچ اجباری برای هیچ کس اجازه نیست که سر کوچ بده. این شاید وقت نداره، اگر شما پیگیری دقیق بکنید شاید آوازه باشه. انشالله که همونطور باشه. مجاسب، امروز اکثریت جوانان ما تحصیل کرده هستن، مدارک لسانس، ماستری، دکترا، و مهم این که وطن را ترک نکردن و همینجا حضور دارن. پس از سقوط جمهوریت متاسفانه اینا بیکار هستن و بلا تکلیف ماندن اکثریتشون. شما چی برنامه بر از اینا دارین؟ اول خوب باید بگیم در بدنه نظام هم تمام جوانایی که کار میکردن 80% حال هم در بدنه نظام هستن. این یک کتله بسیار کلان است و ما خوشم هستیم از استعدادهایشان. نظام هم همو بهرمن است و منفعتشان میبینیم. یک تعدادی که بیکار هستن، و بیکاری یک مشکل عمومی در کشور است. تنها این قشر نیست، تمام اقشار محرومیت های خود داره. ولی هر کشوری که نو از جنگ بیرون شوه تا که به پای خود استاده میشه، عواید خود داشته میباشه یا استخراجات یک مدرک مالی داشته میباشه، مشکلات را تحمل کنه باید. ما هم کوشش میکنیم که بیکاری به پایان برسه. پروژه های بزرگ طرح شده، زیر کار است و تلاش میورزیم که آغاز شوه، ولی همه پروژه ها جهت های مختلف خودم داره، با کشور دیگر مربوط است که اون باید توافق بکنن. اگر توافق میکنن کارش آغاز بکنن. بعضی موانع سیاسی هم وجود داره در مورد.
ما تلاش می‌ورزیم که پروژه‌های بزرگ اگر آغاز شد هم استعدادهای ما نیازش برشان که کار بکنه در بازسازی کشور خود سهیم باشن و هم مشکلات فقر و غربت از بین میره. پس انشالله که برنامه‌های اقتصادی جدی وجود داره. جدی هم برنامه‌ها وجود داره و هم تصمیم وجود داره، هم افغان‌ها یک شوقیم داره که آبادی بکنه، کشور خود از این حالت بکشه. درست است. بسیار تشکر آقای مجاهد. پس دوستا هم تشویش نداشته باشن، انشالله برنامه های وجود داره که بتونه ما را از این مزل ها و بیرون بیاره. تشکر آقای مجاهد. بان که میدانیم جنگ یک پدیده زشت و فلاکتبار است، مصیبت به بار میاره، ویرانی به بار میاره و تنگدستی و فقر به بار میاره. درست است؟ آیا برای ختم جنگ با تمام طرف های درگیرتان آماده گفتگوی ملی هستید که به یک طریق جنگ پایان پیدا بکنه؟ اول خب باید این روایت ما متعقین باشیم که جنگ به پایان رسیده. جنگ زمانی بود که اشغال وجود داشت، بهانه جنگ وجود داشت، دلیل جنگ وجود داشت. این حال تمام چیزها از بین رفته، نظام هست، امنیت هست. این حال اگر کسی میخیزه تخریب میکنه وضعیت فعلی را، این به معنای جنگ نیست، به معنای ازی است که کسی مفسد است، میخیزه جنایت انجام میده. این جنگ نیست، کدام جبهه نیست، کدام جایی هم در دست خود ندارن، کدام جغرافیایی هم نیست که با ما جنگ داره و کدام هدف هم ندارن. اگر جن مثلا پای برق کسی انفجار میده جنگ نیست، جنایت است. اگر کسی کسی اختطاف میکنه جنایت است. اگر کسی مسجد که انفجار انجام میده جنایت است. جنایت تا که زندگی بشریت است جنایت هم میباشد بشریت، ولی پلیس به خاطر از اینکه جلوش بگیره، استخبارات به خاطر از اینکه مالش مقابله بکنه و نظام و ارگانهای نظامی به خاطر از اینکه کنترل بکنه. ما جنگ فعلا نداریم، جنگ به پایان رسیده. البته کسایی را داریم که و با ما هنوز موافق نیستن یا مثلا جور نیستن یا هنوز نامده نشستن با ما از نزدیک. تلاش می‌ورزیم که کسی که از ما رفتن، کسی که از ما آزرده بودن یا از وضعیت فعلی نارام هستن، تشویش دارن، برشان اطمینان بدیم. وظیفه داریم که آنها را مطمئن بسازیم، به وطن خود برگردانیم. دیگر بهانه برای جنگ نیست. انشاءالله. درست است. جناب مجاهد صاحب، تقریبا 9 ماه از ساختار یا آمدن حکومت امارات اسلامی میگذره، ولی متاسفانه در رابطه با یونیفرم اساکر یا نیروهای امارات اسلامی توجه جدی نشده. برای مردم بسیار مشکل است تفکیک کسایی که مشکل ساز هستند، برای جامعه دزد هستند و اینا هیچ اصلا تشخیص نمیشه در ارتباط ظاهریشان. از او خاطر به این یک نگرانی بسیار بزرگی است برای مردم ما. در این ارتباط چی گفتنی در راستای نظم دیسپلین و چیزا؟ خب یونیفرم اثر خود داره و مهم است. در مورد اینکه دزدی باشه یا سرقتا باشه، بسیار فیصدیش پایان است. یعنی با وجود از اینکه نظامی های ما لباس شخصی خودم داره، ولی تانستن در عمل من هست یک نظامی خوب عمل بکنن، امنیت تامین بکنن در تمام حوزه ها، ولایات و راه شارع ها امنیت تامین است. خب یونیفرم یک نیازمندی جدی است. خب ممکن کار... کسی سوء استفاده کنه و شده ضرور است. ضرور است. سر یونیفرم کار جریان داره. برای ما گفته شده وزارت داخله و دفاع و استخبارات که یونیفرمشان زیر دوخت است و باید یک حدی برسه. من فکر میکنم که بعد از مثال اقتصادی و مشکلات اقتصادی هم در این راستا علت ازی بوده که ما نتونستیم مبتکر همه چیزی که لازم است برشان معایا بسازیم. باز حجمشان زیاد است، تقریبا تا 3500 نیرو داریم. این همه را لباس دادن باز یک جوره هم نیست، چندین جوره باید برش داشته باشه. چرا کمبود بودجه است؟ تا به حال بود، یعنی کمبود بودجه هم وجود داشت، یکی که تصویب بودجه منوز نشده بود. ما نمیتونستیم از تا پول خوراک نظامی خود تکمیل بکنیم رسیده گیم. سیستم مالی و بانکی تو ساخته شده بود که نمیتونه کسی یک پول را از خود بگیره و مصرف بکنه. تمام سیستم در چیز بود. در از ارقام یاد کرده 3500 این ارقام واقعی است؟ بله، تعیین شده. 1.5 لک نظامی های خود داریم در وزارت دفاع، 1.5 لک بیشتر، 1,70,000 پلیس در وزارت داخله داریم، 50,000 در استخبارات داریم، تمامش 3.5 لک میشه بیشتر از. حامیان شما در منطقه و فرامنطقه کیا هستند؟ کدام کشورها وجود داره؟ فعلا خب بله، ما تصور میکنیم که کشورهای اسلامی همه حمایت میکنن از ما. کشورهای همسایه ما همه در حمایت قرار دارن. کسی که با ما در جنگ نیست حمایت ما رو میکنه، به خاطر که در تماس های دیپلماتیکی که داریم، رفت آمدی که داریم، به نهایت
طرفدار از است که در افغانستان امنیت باشه، آبادی باشه، این کشور آباد شود. مشوره های خود خوبی خودم میده. همین حمایت است و همین حمایت عمومی دنیا و کشورها را ما غنیمت میشماریم. تلاش میورزیم که پیش بریم و با رسمیت شناختن هم با وجود به آبادی و سرمایه‌گذاری هم با وجود به یک دیپلماسی بسیار موفق در کار است. درست است. و رابطه شما با کشور همسایه پاکستان چطور است؟ رابطه ما مثل است که با کشورهای دیگری همسایه رابطه داریم. درست. و کشور پاکستان یک ویژگی را داره که مهاجرین ما وجود بسیار زیاد وجود داره. میلیون‌ها مهاجر در وجود. و پاکستان کشوری هم بوده که در آوان بسیار دشوار مثل تجاوز اتحاد شوروی خانه دوم افغان ها بوده و فرهنگ مشترک، مذهب مشترک، لسان مشترک تا حد زیاد این چیزا را هم با خود داریم. این یک کمی دخت را بین ما زیادتر می سازه، ولی در حد سیاسی با کشورهای دیگر همسایه تغییری نداره. آنها هم یک کشور همسایه و دوست ما از ایران هم، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم. درست است. شما با آمریکا و آمریکا با شما آشتی خواهد کرد یا شما آشتی خواهد کرده؟ این که پیمان دوحه امضا شد مرحله ازی بود که آشتی شد. در عمل هم میخوایم که آنها هم آشتی بکنن و ما خواستی کردیم. چند روز پیش وزیر سر داخلی ما یک مصاحبه داشتن، گفت که ما دشمنی با آمریکا نداریم، آمریکا رو ما دشمن فکر نمیکنیم فعلا و باید هم مرحله بیاید که قابل اعتماد باشیم بین خود تعاملی. پس چرا پولا را قید کردن؟ 7 میلیارد دلار قید است. بله، وی چیزایی است که اعتراضی که سر آمریکا ما هم داریم، دنیا هم داره و جای مکس است همی که چرا آمریکا با وجودی که جنگ به پایان رسید بهانه برزی نیست که دشمنی با مردم افغانستان دوام بکنه، چرا پول مردم افغانستان قید کرده، چرا در مورد برسمیت شناختن مشکلات را ایجاد میکنه، چرا بعضی بهانه‌گیری ها وجود داره. این را از طریق دیپلماسی میخواییم بازم حل کنیم. وزارت خارجه ما وظیفه داره که در راستا بسیار کار بکنه. حتی سفارت شما را وجه بند کرده، چی از قبلی چی از فیلی همه را کشیدن؟ طبعا که رسمیت شناختن نباشه خود سفارت و دوابط سفارتی متاثر یعنی میشه. هیچ اشتیاق نشان نمیتن بگیر. سفارت آمریکا هم در اینجا مسدود است، بند است، در اختیار ما است. خب باید این وضعیت تغییر بکنه. ما خواهان ازی هستیم که با آمریکا روابط خوب داشته باشیم، مثبت روابطی که بین دو کشور با و پایه های احترام متقابل استوار باشه. بسیار خوب، تشکر جناب مجاهد صاحب. سوالات بود که از شما پرسیدیم و جوابای قانع کننده دادید و در این بخش برنامه ما یک بخش از برنامه مایی است که عکس‌ها را بر شما نشان میتیم از افراد سیاسی کشورها میباشه و سیاسیون داخلی، اونا را بر شما نشان میتیم و نظر شما را در مورد شخصیتشان پرسان میکنیم. اجازه است؟ بسیار تشکر. خب جناب مجاهد صاحب، اولین تصویر آقای حکمتیار. بله، حکمتیار صاحب یکی از شخصیت‌های جهادی کشور است. ما که از آزادی کشور صحبت میکنیم که از اتحاد شوروی آزاد شد، یکی از سر دمایشان و رهبرایشان همی بود. بله، فعلا موقف خوب داره، در حمایت نظام قرار داره و تانسته که خوب پیش بره. دوست نظام است؟ بله. بسیار خوب. و آقای بوش؟ بله، متجاوز بدماش است که هم در افغانستان تجاوز کرد و هم در عراق و آمریکا را هم بیشتر صدمه وارد کرد برش. اینقدر یعنی کشورهای دیگر متضرر نساخت که خود اتوریته آمریکا را در سطح جهانی ضربه زد. درست. اگر لقب برشان بتین چی خود بود؟ یک قاتل بی قاتل بی لگام بره. درست است. و جناب امان الله خان؟ ولی یکی از شخصیت‌های تاریخی کشور است. استقلال افغانستان را از انگلیس گرفته به رهبری ازی و جزء از تاریخ ماست. با اصلاحاتی که داشت شما موافق هستید؟ او حرف او زمان است، زمان مردم امراشون موافق نبودن، باعث شد که خودشان قدرت از دست بدن. درست است. همچنان آقای محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان. بله، خوب به هر صورت شخصی بود که متاسفانه در وقت بد پیش صحنه آمد. زمان استاد پانتون بود، ولی در زمانی که سیاست داخل شد زمانی بود که اشغال بود و حمایت از اشغال کرد، موقف سیاسیش
مورد تایید نیست، ولی بر صورت دانش داره. اینا متفکر بودن؟ در اون لحاظ که از لحاظ علمی تحلیل بکنیم بسیار تدریس کرده در پانتونا و چیز بود، ولی در سیاست موافقانه پیش نرفت و ناکام شد. برنامه اقتصادیشان از نظر شما ثمر بخش بود؟ برنامه داشت، ولی در زمانی که کاش مستقل می بود. زیر یوغ اشغال هیچ برنامه موافق نمیشه. درست است. و آقای احمد مسعود. احمد مسعود فرزند امیر صاحب احمد شاه مسعود است و از خانواده جهادی است و با یک تنظیم جهادی هم ربط داره. جوان است، استعداد داره و تحصیل کرده. خدا کنه که از این به بعد احتیاط کنه، خدا بدنام نسازه. پیشنهاد شما برشان چی است؟ پیشنهاد ما برشان است که ما حیثیت جهادی خانواده جهاد را مد نظر گرفته و جنگ خدای نخواسته وارد نشه که مجاز نیست و با یک نظام اسلامی برخورد بکنه. منظور می بود اگر در حکومت شما بود؟ بجی مانا که اگر در نظام می بود؟ بله. خب اگر اون موقف برش مهیا شد بهتر می چون جوان است، استعداد داره، شاید برای کشور خود زیاد کار بتانه. تشکر جناب مجاز صاحب. و یک بخش دیگه ما سوالاتی است که به سرعت باید شما جواب بدین که ایره اگر جوابش نباشه باز سکوت بکن. میتونین سکوت بکنین، میتونین بگین بگذر، هر طوری که شما راحت هستین. خوش دارید به کدام کشور سفر کنید؟ به عربستان سعودی به خاطر حج. ایوان مورد علاقه؟ توتی خوب ایوان. توتی خوب است. لباس میهنی یا خارجی؟ میهنی ملی. ورزش مورد علاقه؟ متاسفانه که ورزش برش وقت هم کم است و تنبلی هم است، ولی ورزش بسیار خوب است و حرکات عمومی. حرکات عمومی. غذا؟ غذا سبزیجات. سبزیجات. مطالعه یا سفر؟ مطالعه. کدام سلاح دلخواهتان است؟ اسلحه؟ اسلحه خوب نیست در عموم، ولی بازم نیاز هست. کلشنکوف خوب اسلحه. کلشنکوف خوب است. قلم یا سلاح؟ قلم. قلم. بسیار تشکر. زنده باشین جناب مجاز صاحب. بسیار تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین. خوشحال ما ساختین و بسیار خوشحال هستیم که در کنار ما هستین. همکارانتان هم تشکر می کنم از تلویزیون یک که به ما فرصت دادین. سلامت باشین. بسیار تشکر. به آخر برنامه رسیدیم. اگر کدام گفتنی داشته باشید برای دوستا و هموطنان عزیز ما میتونین که بگید، کمری ما در اختیارتون است. بله، پیام کوتاه به هموطنان ما دارم که هموطنان ما باید امیدوار باشن، مایوس نباشن، چون ملت ها زمانی که جنگ پشت سر میگذاره مشکلات خود داشته می باید این مشکلات را تحمل کنن، با یک آینده روشن امیدوار باشن. همت را با هم جمع کنیم و کشور خود از این بحران نجات بدیم. بعضی از اشخاصی که متاسفانه با علیه نظام اقدام میکنن یا فتنه انگیزی میکنن، هموطنان ما باید حمایت نکنن، کوشش کنن که آنها متروک باشن و دیگر اجازه ندیم که صلح ما خراب شه. بسیار تشکر جناب مجاز، لطف کردین. سلامت باشید. قربانتان.